چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این طور بود: شمعون پتروس و توماگ ملقب به دغلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس به آنها گفت: من میخواهم به ماهیگیری بروم. آنها گفتند: ما هم با تو میاییم. پس آنها به راه افتاده سوار قایقی شدند، اما در آن شب چیزی صید نکردند. وقتی صبح شد، عیسی در ساحل ایستاده بود، ولی شاگردان او را نشناختند. دوستان، چیزی گرفته اید؟ هیچ چیز. تور را به طرف راست قایق بیاندازید. در آنجا ماهی خواهید یافت. آنها همین کار را کردند. و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق بکشند. پس آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت به پتروس گفت: این خداوند است. وقتی شمعون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می کشیدند، زیرا از خشکی فقط 100 متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند، در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. مقداری از ماهیانی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از 153 ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد. بیایید صبحانه بخورید. هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد: تو کیستی؟ آنها می دانستند که او خداوند است. پس عیسی پیش آمده نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور. این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد.